بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم و شب بخیر. امیدوارم که در پناه و لطف پروردگار متعال لحظات خوبی رو داشته باشید و باز هم بتونیم با هم وقتی رو در سایه کلام ربانی سپری کنیم. آیات مجموع آیاتی از سوره بقره رو بررسی می‌کردیم که به طور مختصر گفتیم که این آیات اگر بخوایم براش موضوعی انتخاب کنیم در واقع موضوع جامعی که میتونه تمام این مجموع آیات رو در بر بگیره میتونه حقوق زن باشه. از آیات 226 این آیات شروع میشد و تا آیات 240 و 241 و در نهایت 242 خاتم این آیات به چشم میخوره. در ضمن این آیات دو آیه‌ای بود که در برنامه پیشین بهشون پرداختیم، آیه 238 و 239 که به طور برجسته و در یک عنوان مستقلی در بین این مجموعه آیات قرار داشت که در بحث محافظت بر نماز و قنوت در اقامه نماز و اهمیت دادن به ذکر الهی در ضمن این نماز بود. رابطه این دو آیه با مجموع آیاتی که در پس و پیش این آیه دو آیه وجود داشت هم گفتیم که برمیگرده به این که ارتباط ما با پروردگار متعال در واقع باید زمینه‌ای باشه برای ارتباط سالم با خلق. الله متعال نیازی به این که ما عبادتش کنیم یا در برابر او اظهار بندگی رو اعلان کنیم نداره. الله متعال بی نیاز است از همه خلائق. اون چی که واقعیت هست اینه که ما نیاز به او داریم و تمام خلائق به او نیازمند هستند. وجود خودشون رو از او گرفتند و ادامه حیات خودشون رو هم با یک هماهنگی سالم میتونن فقط از او بگیرن. هیچ مصدری و هیچ منبعی براشون وجود نداره که حمایت مادی و معنوی اونها رو در زمینه‌های مختلف مطابق با نیازهای مادی و معنوی درون اونها بکنه. بر این اساس رابطه ما با الله متعال در واقع نشأت گرفته از نیازی هست که بنده و ما بندگان باید احساس کنیم که در سایه لطف او، رحمت او، هدایت او مسیر سالم و درست رو میتونیم بریم. اگر بینش و بصیرت داده شده ما از ما اخذ بشه، اگر توانمندی های متعددی که الله متعال به ما عطا کرده از ما اخذ بشه و در ادامه این اگر هدایت و نور وحیی که برامون فرستاده باز هم در ما اثرگذار نباشه در واقع گمراه هستیم. هیچ تفاوتی نداره بین یک نابینایی که محروم میشه از بینایی بصر و نابینایی که محروم میشه از بینایی بصیرت، بلکه اون کسی که نابینای بصیرت هست بسیار در عذاب و در یک مسیر خطرناکتری قرار داره تا فردی که در نابینایی بصر قرار داره که اون یک عارضه دنیا و محدود بر جهان مادی که ما درش هستیم هست. اگر الله متعال با وجود محرومیت از بصر به فرد بصیرت عطا بکنه، چه بسیار بودن افرادی که بدون بصر بصیرت داشتند و هم در دنیا سعادت داشتند و هم در آخرت سعادتمند خواهند بود. بر این اساس نیاز ما به الله متعال هست که رابطه ما رو پدید میاره و اظهار بندگی ما در واقع زمین ساز بر اطاعت و فرمان برداری از نظام شریعتی هست که نظام شریعت برامون عدالت، برامون انصاف، اخلاق، کرامت، انسانیت، شرف و خصلت‌های نیکوی مطابق با فطرت ما رو به همراه داره. این دو آیه که در بین این مجموعه آیات وجود داشت در واقع به ما اینو میخواست بگه که ما با محافظت در ارتباط با الله متعال، ارتباط سالم بندگی با الله متعال باید حفاظت کنیم بر ارتباط سالم با بندگان. ارتباط سالم ما و درست ما در بندگی با در قبال الله متعال باید زمینه ساز باشه برای ارتباط صحیح و سالم با بندگان الله. اون کسی که در مسجد، در اون کسی که در تنها و در خلوتکده ذهن خودش و فعالیت‌های دینی خودش در مقابل الله متعال سر تسلیم خم میکنه، سجده و رکوع و نماز و طاعت مشهور هست ولی رفتار و اخلاق سالم و درستی با دیگران نداره، این بندگی ارزشمندی نیست. الله متعال بی نیاز است از این چنین بندگی. اون فردی که در ارتباط با الله متعال اظهار بندگی خودش رو با اشکال مختلف انجام میده، چی با اذکار، چی با نمازها، چی با نوافل مختلف، چی با مناسک متعددی که به عنوان حج ازش ما یاد میکنیم، ولی نتونسته رابطه سالم و درست و به همین صورت پر از ایثار و کرامت انسانی با دیگران داشته باشه، با هم نوعان خودش داشته باشه، با زن و فرزند خودش داشته باشه، با همسایه خودش داشته باشه، با قوم خویش خودش داشته باشه. الله متعال بی نیاز هست که من هزینه کنم و هزاران کیلومتر رو سفر کنم برای رفتن به حج و بگم لبیک اللهم لبیک، ولی در اونجایی که من گفت که با معروف برخورد کنی، اونجایی که گفت که خود العفو، اونجایی که گفت که خالق الناس به اخلاق حسن، اونجایی که به ما بالاترین و با ارزشترین ارزش ها رو تعریف کرد، اونجا برامون هیچ گونه موضوعی وجود نداشته باشه و هیچ گونه پیامی در دل ما وجود نداشته باشه. بر این اساس وجود این دعای در ضمن این مجموعه آیات برامون تأکید کنه این هست که دین رو نباید برش بدیم و فکر کنیم که عبادات و مراسم دینی جدا هست از فعالیت‌های اجتماعی. فکر نکنیم که تدین یعنی تمسک و التزام به مظاهر و شعائر تعبدی همچون نماز، روزه، حج، ذکر و امثال اینا. این تدین کامل و جامعی نیست که دین برامون آورده، دین فرستاده شده توسط انبیا، بلکه اون دینی که الله از طریق رسول خودش برامون فرستاده، اون دین در 2/3 نیکویی با دیگران است، 2/3 حق و حقوق دیگران رو رعایت کردن است. عبدالله ابن سلام میگه وقتی که شنیدم که فردی با ادعای نبوت اومده و من در کتاب تورات هم این بشارت رو دیده بودم که این فردی خواهد اومد، ولی از نشانه های اون فرد هم چیزهایی میدونستم. وقتی که برای استقبال پیامبر صلی الله علیه و آله دیدم مردم خارج از مدینه رفته بودن، من هم خودم رو در ضمن اونها جا دادم تا اینکه ببینم این فرد چه ویژگی هایی داره. دیدم که اولین از چهره اون رو خوندم، دیدم سخنانش در اولین سخنانش به این صورت بود که گفت سل الارحام، اطعم الطعام، و صلوا باللیل و الناس نیام. میگه این سه پیام رو که ازش شنیدم، گفتم این انسان وارسته و شایسته هست و همون نبی هست که بشارتش داده شده. سه جمله بسیار کوتاه ولی بسیار جامع در تعبیر مختصر از دین کاملی که ما اون رو به عنوان اسلام ازش یاد میکنیم و اون رو میشناسیم. اطعم الطعام، به مردم خوراک بدید، یعنی دست دهنده‌ای داشته باشید، یعنی اینکه مردم از شما بهره میگیرند، به دیگران منفعت برسونید. حداقلش غذا دادن و خوراک دادن است. گرسنگان رو سیر کنید. صلوا الارحام، با خویشاوندان رابطه سالم داشته باشید. رابطه خویشاوندی رو وصل نگه دارید، قطعش نکنید. با گونه‌های مختلف، با روش‌های متعدد، رابطه اجتماعی، رابطه نیازمند، نیاز به برآوردن نیازش هست که اساسی در این نیاز خوراک هست. به دنبالش پوشاک میاد، به دنبالش نیازمندی های دیگه میاد. و صله رحم هم که درش همه امور هست، از رابطه و عاطفه و محبت و صمیمیت تا رفع نیازها و حاجتها هست. و در سومین نکته میگه وصلوا باللیل والناس نیام. رابطه خودتون با الله قائم نگاه دارید در موقعیتی که همه خواب هستند. نماز بخونید در شب موقعی که همه خواب هستند. این رمز و سر نیکی و نیکوکاری در سیرت و در زندگی یک انسان مؤمن باید شمرده بشه. گفتیم این دو آیه در واقع در ضمن این مجموعه آیات این چنین نقشی رو و این چنین پیامی رو برامون داشت. علاوه بر این موضوع خب بحث ترتیب قرآن و نظم قرآن جای خودش رو داره که این نظم یک نظمی هست که با اجتهاد هیچ فردی صورت نگرفته. این نظم ترتیبی هست که از طریق وحی و جبریل به پیامبر صلی الله علیه و سلم انتقال پیدا کرده و پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه و تا امروز این کتاب به همین صورت مورثیده. هیچ احدی در طول تاریخ نتونسته بیاد این ادعا رو بکنه یا این رو بگه یا این اجتهاد رو بکنه بگه این دو آیه رو برداریم بذاریم در سوره معین دیگری که تناسب موضوعی مثلا داشته باشه با این دو آیه. خاطر اینکه ترتیب این قرآن متوقف هست بر وحی الهی و بر سنتی که سینه به سینه، نسل در نسل، شفاهی به مکتوب به ما رسیده بدون هیچ گونه تردیدی و بدون هیچ گونه شک و شبهی. اما خاتمه این آیات که از آیات 226 شروع میشد میاد سه آیه‌ای هست که در حقیقت این بحث رو خاتمه میده و این سه آیه از آیه 240 تا 242 رو تشکیل میده که این سه آیه رو با هم نگاهی میندازیم تا مختصر جامعی از مجموع آیات ما قبل هم برامون در این سه آیه ترسیم بشه. آیه 240 الله متعال به ما میگه که والذین یتوفون منکم، اون کسانی که وفات میکنند از شما، و یذرون ازواجا، و زنانی رو میذارن وصیتا لازواجه، وصیتی برای همسرانشون لازم میاد، متاعا الی الحول غیر اخراج، کمک هزینه ای باشه تا یک سال بدون اخراج کردن، یعنی هم هزینه زندگی یک سالشون تأمین بشه و هم سکن یا محل سکونت برای یک سالشون تأمین بشه. این وصیت میتونه هم وصیت الهی برای افرادی باشه که در شرف مرگ هستند که وصیت بکنند و هم وصیتی از طرف افرادی باشه که در شرف مرگ هستند برای همسرانشون تا اینکه در مدت یک سال کسی اونها رو از سکنی یا مسکنی که وجود زندگی میکنن بیرون نکنه و به همین صورت هزینه زندگیشون رو هم تأمین بکنند از امکانات یا از اموالی که فردی که در شرف مرگ هست از خودش میذاره. فإن خرجنا، تفسیر این مطلب رو انشاءالله در ادامه بحث خواهیم گفت که از نظر حکمی یا از نظر شرعی این آیه چه جنبه‌های متعددی رو در بر داره. فإن خرجنا، اگر با اراده خودشون خارج شدن از مسکنی که یا محل سکونتی که براشون مقرر شده، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف، اشکالی براتون نمیاد که اونها چیزی رو از نیکی در ارتباط با خودشون انجام بدن. بحث باز هم معروف یا نیکی در قالب عملکرد زن بعد از وفات شوهر باز هم تأکیدی است که در این آیه هم اومده. والله عزیز و حکیم، الله متعال غالب حکیمی هست که هر حکمی رو بر اساس حکمت و علم و آگاهی که در ارتباط با خلق داره صادر میکنه. آیه بعد که نوع دوم باز هم زنان رو معرفی میکنه، نوع اول کسانی بودن که شوهرشون وفات میکرد، نوع دوم مطلقات هستند که دو تا بحران هست در زندگی زناشویی. طلاق یک بحران هست و وفات شوهر بحران دومی هست که زن باش مواجه میشه که در هر دو بحران این دو آیه به طور مختصر برای مدیریت این دو بحران توصیه همکاری و به همین صورت همیاری با زن رو برای خانواده های شوهر تعیین میکنه. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، و به همین صورت کسانی که زنانی که طلاق داده میشن هزینه بهشون پرداخت بشه با نیکی، حقا علی المتقین، این حقی هست بر پرهیزکاران، این به عنوان یک حق بر عهده انسانهای نیک است. واژه متقین هم باید در اینجا بسیار بهش توجه خاصی بشه که بدونیم که تقوا در واقع یک سری عبادات فردی نیست که ما انجام میدیم. یکی از مصادیق تقوا اینجاست که ما نیکویی و معروف رو در سختترین شرایطی که عموما جنگ و جدال هست و هر کسی میخواد به نحوی برای خودش حقی رو تصاحب بکنه، در اون موقعیت انسان نیکویی رو از یاد نبره. تقوا اینجاست که بتونه انسان در این شرایط بحرانی اخلاق نیک و نیکوکاری رو فراموش نکنه. کذالک یبین الله آیاته لعلکم تعقلون، به این صورت الله متعال بیان میکنه برای شما آیات خودش رو تا اینکه دریابید. تعقلون هم توضیح میدیم انشاءالله در ادامه بحث که چه معانی و مفاهیمی رو داره و آیات الهی هم مصادیق مختلفش رو در ادامه بحث انشاءالله توضیح خواهیم داد. زن در زندگی خانوادگی دو بحران بزرگ رو در معرضش قرار میگیره. این دو بحران گفتیم یکی طلاق هست و یکی وفات هست. طلاق عارضه‌ای هست که به عنوان یک ضرورت شاید پیش میاد، ناسازگاری و عوامل متعدد دیگه میتونه در زندگی منجر به جدایی بشه. این بحران اگر درست مدیریت بشه میتونه مثل هر بحران دیگه‌ای زمینه‌هایی به روبرای رشد فراهم بکنه. هر بحرانی میتونه مدیریت بشه، میتونه در عین حال که رنج و مشقت و سختی رو در بر داره، در عین حال زمینه‌های بسیار مثبتی رو هم برای رشد و پیشرفت و توسعه ایجاد بکنه. نکته بحث دوم یا موقع دوم بحث وفات هست. وفات شوهر هم باز یک بحران دومی هست که زن عموما بیشتر از بقیه در معرض آسیب قرار میگیره. در این دو آیه که آیه اول بحث وفات یا متوفا عنها زوجها هست، یعنی کسی که زنی که در ارتباط که شوهرش وفات کرده باشه، برخی یا اکثر مفسرین این آیه رو از نظر معنایی منسوخ میدونند با دو آیه دیگری که مطالب و مفاهیم این دو آیه رو در واقع به صورت کاملتری در بر داره. آیات میراث تعیین کننده حقوق زن بعد از وفات شوهر هست در سوره نساء. اینجا بعد از تا 1 سال هزینه زندگی و مسکن زن بعد از وفات شوهر رو بر عهده خانواده متوفا مقرر میکنه، یا فرد یا زوج رو توصیه میکنه که وصیت بکنه بر این موضوع. ولی در سوره نساء برای زن حقی رو مقرر میکنه به عنوان ارث، برخلاف اون چیزی که در جاهلیت وجود داشت و زن ارثی رو نمیبرد و بعد 1 سال هم در خونه میموند بعد از وفات شوهر و هیچ گونه بهره ای از خوراک خوب و پوشاک خوب هم نمی گرفت تا اینکه اظهار وفاداریش به نحو احسن صورت بگیره. این یک بخش است. بخش دوم بخش عدت است که در آیات ما قبل همین مجموعه آیات در ارتباط با زنانی که شوهرشون وفات بکنه، الله متعال توصیه کرده بود که کسانی که وفات کردن شوهرانشون 4 ماه و 10 روز در عدت می‌ایستند و به همین صورت کسانی که باز هم حمل و حامله هستند تا زمانی که وضع حمل کنن باید در عدت بمونن. در اینجا 1 سال هست که در خونه باید بمونه. بر این اساس چون هم بحث هزینه زندگی و مسکن زن 1 سال مقرر شده، هم بحث عدتی هست که 1 سال میگه در این آیه، میگه که در 1 سال بمونن. وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج، حول یعنی 1 سال. در نتیجه این رو اکثر علما منسوخ میدونن با آیات دو آیه یا دو آیه‌ای که در ارتباط با عدت زن بعد از وفات شوهر اومده در آیات ما قبل، و به همین صورت سوره نساء که بحث میراث تعیین میشه، وقتی میگم میراثش تعیین شده است و عدتش هم 4 ماه و 10 روز است اگر حامله نباشه، در نتیجه این 1 سال منسوخ شده است. اما برخی دیگر از علما یا مفسرین که جمع بین مفاهیم و آیات کردند و این مفهوم شاید این تفسیر هم در اولویت باشه، بر این باورند که اصل حقوقی اونچه که بر عهده زن هست و بر عهده مرد هست بعد از وفات شوهر اینه که زن باید 4 ماه و 10 روز در عدت بمونه و عدتش هم همون خانه شوهری هست که فوت کرده، از خونه بیرون نباید بره. این ولی خب اون محدودیت هایی که یا محرومیت هایی که قبل اسلام برای زن وجود داشت، طبعا اون محرومیت ها وجود نداره که از هیچ چیزی، نه لباس و پوشاک درستی داشته باشه و نه خوراک درستی باشه، بهترین وضعیت باشه، بلکه به طور طبیعی زندگی کنه، فقط آرایش نکنه. این تنها موردی که در ضمن عدت زن باید رعایت بشه است. و به همین صورت حق ارث زن هم بعد از وفات شوهر تعیین شده هست که اگر فرزند داشت 1/8 است و اگر فرزند نداشت 1/4 است. اما این آیات علاوه بر این موضوع توصیه مضاف بر اون میکنه که اگر زنی بخواد مثل عادت ما قبل یک سال بمونه اصلا ازدواج نکنه، برای این چین زنانی، برای این چین افرادی یک سال بهشون فرصت بده یا براشون هزینه و مسکن رو تأمین کنید و چنانچه در این مدت بعد از تمام شدن عدت زن با اراده خودش و با رضایت خودش بیرون رفت و در این میان به هر حال میتونه اراده نیک ازدواج مجدد هم باشه بعد از تمام شدن عدت. میگه اشکالی براتون وجود نداره اگر خودش با اراده خودش بیرون رفت. در نتیجه این آیه در واقع مثل خیلی از آیاتی که به صورت ناسخ و منسوخ ازشون یاد میشه میتونن مراحلی رو از تشریع در جهت تکمیل شدن یک مفهوم و معنای جامع در مسائل حقوقی در بر داشته باشن. به این معنا که بیش عنوان پیامی رو نداره، این آیات منسوخ در حقیقت بی پیام نیست، پیام داره ولی پیامش پیام تکمیلی هست، پیام تأسیسی نیست. پیام تکمیلی در جایی هست که این افراد با وجود اینکه سهم ارث خودشون رو میگیرن، زنانی که شوهرشون طلاق وفات میکنند و با وجود اینکه عدت رو در خونه شوهر میگذرونند، اگر خودشون بخوان توصیه به این میشه که یک سال بهشون فرصت بدید یا در خونه براشون مسکن براشون مهیا کنید و بهشون مخارج زندگی هم براشون مهیا کنید تا اینکه در این میان جبران این بحران یا مصیبتی که براشون پیش اومده صورت بگیره. این جمع بین مجموعه آیاتی که در این ارتباط، در ارتباط با حقوق زن بعد از وفات شوهر میتونیم در ذهن داشته باشیم. اما مطالب مختلف جزئی که باز این آیه و آیه ما بعد داره رو انشاءالله بعد از میان برنامه که ببینیم بهشون میپردازیم، میان برنامه برمیگردیم. شبستان وجود ما، شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، به نازن نور قرآن است، دوای قلب بیمار است، زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زان گریزان است، گلستانش پر از خار است، سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی، غم ابلیس مکار است. عشق قرآن را به قلب ما فزون بنما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان رهروانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جز به ابرارت که او سالار ابرارت. شفای روح هر جسمی تویی قرآن، تویی قرآن، بهاران می کنی دل را. دل از یاد تو سرشار است، اگر در زندگی آید شود جانت بهار سال. بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است، که او مصباح انوار است. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با عرض سلام و مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم، آیات 240 و 241 و 42 سوره بقره رو نگاهی داشتیم و گفتیم که بحث دو بحرانی هست که در زندگی برای زن پیش میاد: بحران طلاق و به همین صورت بحران وفات. مدیریت این دو بحران و به همین صورت رعایت شرایط بحرانی برای مرد یکی از فرائض و واجباتی هست که دین تعریف کرده، تا اینکه عنصر آسیب پذیری که زن باشه در این میان در معرض آسیب پایدار در زندگی خودش قرار نگیره، آسیبی که مسیر ادامه رشد زندگیشو مانع بشه و به همین صورت ادامه حیات سالم و درست رو اون رو محروم بکنه. بحث وفات یک امر طبیعی هست، هر انسانی در معرض فوت و مرگ قرار میگیره. کسانی که در این میان بیشترین آسیب رو میبینن در واقع زن هستند. شاید بحث یتیم و فرزندان بخش عمده‌ای برامون باشه و شکی هم نیست، یتیم و یتیم پرورش یتیم و کفالت یتیم نکته بسیار مهمی هست، ولی بیشترین آسیب رو در واقع زن میبینه، در به خاطر اینکه یتیم هم در واقع یکی از وظایف یا مسئولیت‌ها یا بارهای سنگینی هست که در عهده زن باقی میمونه: تربیت یتیم، کفالت یتیم، بزرگ کردن یتیم. چون بالاخره مادر نقش مادری خودش رو باید محفوظ نگه داره. در نتیجه حمایت از زنی که شوهرش وفات کرده باشه در واقع حمایت از یتیم هست، در واقع حمایت از یک خانواده‌ای هست که بی سرپرست هستند. و این اساس حداقل حقی که بر عهده فردی که در معرض وفات هست وجود داره اینه که توصیه بکنه برای همسر خودش که 1 سال بهش فرصت بدن، از خونه اخراجش نکنند، بهش هزینه زندگی براش تعیین میکنن تا اینکه براش شرایط ازدواج مجدد فراهم بشه. متاسفانه در محیط جامعه فعلی ما که ازدواج مجدد هم امر بسیار مشکل و جزو امور نادر به شمار میاد، خب این بحث جایی بسیار تاکید بیشتری رو داره تا اینکه توجه خاصی به زن در این باب بشه. آیه بعدی بحث مطلقات هست، کسانی که طلاق داده میشن باز هم بهشون هزینه یا کمک هزینه‌ای داده بشه به نیکی، حقا علی المتقین. این آیه رو هم برخی به عنوان واجب مقرر میکنن که علاوه بر حقوقی که زن در ارتباط با طلاق یا بعد از طلاق از همسرش باید اخذ بکنه که ضمنش مهر هست. البته مهرهای خیالی که امروز تعیین میکنن نیست، مهر حقیقی که باید پرداخت بشه هست، مسکن هست و در دوران عدت و هزینه زندگی در دوران عدت هست. علاوه بر همه اینها باز هم متاع بالمعروف، خیلی ها بر این باور هستند یا خیلی ها این آیه رو در تکمیله آیات مرتبط با حقوق مطلقه میارن که علاوه بر اون حقوق تعیین شده‌ای که به عنوان صداق یا مهریه به زن تعلق میگیره، به عنوان هزینه زندگی در دوران عدت حقش تعریف میشه، علاوه بر اون هم کمکی به زن باید صورت بگیره، ولی این حقا علی المتقین هست. این یک حقی است برای برگردن کسانی که تقوا و پرهیزکاری رو دارن، یعنی نیکوکاری منشأ این موضوع هست. برخی هم این رو به عنوان یک فرض تلقی نکردن، به عنوان یک امر مستحبی معرفی کردن که علاوه بر این حقوق اولیه، این حق هم انسان‌های متقی پرهیزکار باید از فراموش نکنند. در مجموع نکته مهمی که وجود داره این هست که در بحران طلاق و کشمکش طلاق نه تنها جنگ و جدال و نه تنها حق و ناحق کردن طرف مقابل یا امکانات طرف مقابل نباید غرض باشه، بلکه برعکس از نظر مادی با نیکی تعامل داشتن باید ملاک و پایه و اساس این جدایی باشه. جدایی ها در واقع جدایی هایی بر اساس جنگ و دعوا نیست، جدایی هایی هست که شریعت قرار داده برای یک حل یا معضل اجتماعی، برامون حل طلاق رو گذاشته. به این معنا هست که یک موضوعی، یک نتیجه‌ای رو، یک تصمیمی رو زوجین یا زوج میگیره بر اساس تجربه، بر اساس بررسی که در ارتباط با زندگی خودش میکنه که ادامه استمرار حیات زوجی براشون میسر نیست. در این میان به فسخ ارتباط زناشویی به نام طلاق رو میارن و از هم جدا میشن. اما جنگ و جدالی که امروز ما متاسفانه به عنوان طلاق داریم نه تنها طلاق شرعی نیست، بلکه یک جنگ و دعوایی هست که در دنیای مادی براش فقط میتونیم تعریفی داشته باشیم، نه در نظامی که درش تقوا و پرهیزگاری و آخرت جویی و خداترسی وجود داره. نکته دومی که بازم در این آیه برش گفتیم تأکید شده بحث تقوا هست که تقوا یکی از مصادیقش در روابط اجتماعی هست. پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماند که بهترین انسان‌ها یا بهترین افراد اون کسانی هستند که در با زن و همسر خودشون بهترین باشن. خیرکم خیرکم لأهله، با خانوادش نیک باشه و نیکویی داشته باشه. اگر یک انسان نیکی و نیکوییش با خانوادش نتونه شناخته بشه، در خارج از خانواده نیکویی در اولویت نیست. ابتدایی ترین نیکی و نیکویی که انسان بهش نیازمند هست، یک جامعه انسانی بهش توجهی باید داشته باشه، نیکویی بین نزدیکترین افراد هست و نزدیکترین افراد دو زوجی هست که در یک خانواده، در یک خانه جامعه اساسی یا تأسیس جامعه انسانی رو پایه‌گذاری کردند، قانون خانواده رو ریختند. اگر حقوق طرفین رو رعایت نکنند، به طور طبیعی رعایت کردن حقوق در خارج از عرصه خانواده یک امر ثانوی به شمار میاد. بر این اساس یکی از مصادیق تقوا رو باید ما این بدونیم که حق و حقوق همدیگر رو در زندگی زناشویی مد نظر قرار بدیم و فراموش نکنیم. و اون کسی هم که در این باب جدیت داشت، اون کسی که در این زمینه توجه خاصی داشت، اون هست که میتونه خودشو در زمره متقین و پرهیزگاران بدونه و فکر نکنید که پرهیزگاری در فعالیت‌های عبادی فردی و در یک سری مظاهر عبادی هست که ما در قالب‌های مختلفی مثل نماز و حج و روزه و امثال اینها میتونیم اظهار کنیم، بلکه اون مظاهر عبادی در واقع برای ساختن انسانی هست که اون انسان در زندگی روزمره خودش رعایت حد و حدود الهی رو بکنه. اون مظاهر عبادی برای ساختن متقی هست که تقوا در زندگی روزمره او بتونه اثرگذار باشه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. براتون روزه واجب شد همان گونه که بر امتهای پیشین واجب شد، تا اینکه تقوا رو به دست بیارید، تا اینکه اهل تقوا بشید. اهل تقوا یعنی وسیله ای هست برای رسیدن به تقوا و پرهیزگاری، و متقی و پرهیزگار وقتی که از طریق عبادات فردی ساخته میشه، به طور عموم در زندگی اجتماعی خودش مظاهر این تقوا باید دیده بشه. در غیر این صورت تقوا یک تقوای حقیقی نیست. در غیر این صورت عبادات فردی ایجاد کننده تقوا نیست. فکر نکنیم که عملکرد عبادی ما در ذات خودش بیانگر وجود تقوا هست. عملکرد عبادی ما ایجاد کننده تقوا هست. مظهر تقوا و به همین صورت تعبیر کننده تقوا عمل روزمره ما هست که باید در چارچوب حق و حقوق و رعایت حقوق دیگران و نیکوکاری و فعالیت سالم ظاهر بشه. آخرین آیه یک خاتمه ای هست که این خاتمه در موارد متعدد قرآن کریم به چشم می‌خوره. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. بدین صورت الله متعال براتون بیان میکنه آیات خودش رو تا اینکه مهار بشید. من واژه مهار شدن رو معادل تعقلون آوردم تا اینکه مقداری شما هم در این زمینه دقت بیشتری بکنید. آیات الهی نشانه هایی هست که بیانگر نظامی هست که الله متعال برامون گذاشته، نشانگر نظامی هست که اون نظام ما رو هماهنگ با جهان آفرینش و ما هماهنگ با خلقت و فطرت خودمون برای اون مسیر تعیین میکنه. آیات تکوینی با آیات تشریعی در واقع در دو راستای تکمیلی یک مطلب رو با هم دارند. آیات تکوینی بیانگر نظامی هست که کائنات و جهان آفرینش هماهنگ با هم مسیر تعیین شده ای رو دارن میرن. الله متعال مسیر رو تعیین کرده برای این جهان آفرینش و نظامی رو گذاشته و این و آیاتی که قرآن کریم برامون از زمین و آسمان میگه این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب إن في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخرة بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. به همین صورت آیات متعدد که در ارتباط با جهان آفرینش الله متعال در قرآن کریم از نظمی که وجود داره، از هماهنگی که وجود داره، از بافت دقیقی که بین خلق وجود داره برای اون میاره. همه اینها هدفمند بودن و حکمت الله متعال رو در این نظام وضع شده در این جهان بیانگر است. آیات تشریعی هم موازی با این آیات تکوینی در واقع مسیری رو برای ما توضیح میده، بیان میکنه که این که با پیروی کردن و با اطاعت کردن و مد نظر قرار دادن این مسیر هماهنگ میتونیم بشیم با این جهان آفرینش، با فطرت خودمون، با خلقت خودمون. همونطور که الله متعال هر بخشی از بدن ما رو با یک نظامی آفریده و این نظام هست که هماهنگ یک جسم کامل و جامعی رو ایجاد کرده که در محور قلب و مغز مسیری رو داره طی میکنه. به همین صورت فعالیت های مختلف زندگی ما و به همین صورت وظایف متعدد فردی و اجتماعی ما هم در ضمن شریعتی الله متعال فرستاده که اون هم نظامی هست و اون هم آیات هست. اطاعت کردن از این آیات و در قالب این آیات زندگی رو تنظیم کردن هماهنگی رو پدید میاره در مسیر سعادت و خوشبختی که الله متعال برامون تعیین کرده. تبیین و توضیح این آیات، این احکام، این نظام برای هدفش این هست که لعلکم تعقلون. گفتم که واژه تعقلون یا یعقلون یا عقل یعقلو رو قرآن کریم در بسیار با کثرت این واژه رو میاره. همه اینها گفتیم این آیات در بحث دقت کنید لعلکم افلا تعقلون، لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، ان کنتم تعقلون، افلا تعقلون. دقت کنید لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون. همه اینها هنوز هم به دنبال این آیات مابعد هم این موضوع افلا تعقلون، لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون. همه اینها لعلکم تعقلون، ان کنتم تعقلون. این ترکیب مکرر قرآن در زمین آگاه هر کدوم از اینها جای تأمل داره. من فرصتی نیست که بیایم بر کدوم از این موارد بپردازیم، ولی من فقط این موارد رو به این صورت گذرا جلوتون گذاشتم تا ببینید که چقدر این فعل و کاربرد این فعل در دو سیاق افلا تعقلون و لعلکم تعقلون که هر دوشون ما رو به سمت عقل یا این فعالیت عملی ما رو در واقع سوق میده و جهت میده، چقدر این موضوع ارزشمند هست و اهمیت خاصی رو در قرآن کریم داره. افلا تعقلون دقت کنید خیلی همشون در سیاق‌های مختلف که هر کدومشون گفتم مستقلا نیاز به تأمل داره، نیاز به تفکر و نیازی به تفکیک و تحلیل وسیع داره. اما در این میان فقط میخوام مختصرا این نکته رو داشته باشیم که فعل عقل یعقلو در زبان عربی به معنای مهار کردن یا به معنای حبس کردن و محدود کردن میاد. اصل این فعل به معنای مهار کردن و اقال هم به اون تنابی گفته میشه که با اون پای شتر رو میبندن. فعل عقل یعقلو و عقل رو به فکر و خرد انسانی باز اطلاق میشه به خاطر که انسان رو مهار میکنه، انسانی که در محدوده ضوابط و اصول عرفی، اجتماعی، اخلاقی، عقلی که بگیم باز هم معنی فعالیت مغز درش هست نباشه، بهش میگیم انسان بی عقل و بی خرد. و عاقل اون کسی هست که با ضوابط و اصول همه چیز رو بسنجه و فعالیت ها و عملکرد گفتار خودش رو تنظیم کنه. اون کسی که بی ضابطه حرف بزنه باز هم نادان هست، یعنی عقلی یعنی رو به کار نمیگیره. و اون کسی که در مقابل عاقل جاهل باز در عربی استفاده میشه به خاطر اینکه بی‌ضابطه سخن میگه، بی‌ضابطه فعالیت و تلاش داره. و جاهل هم در حقیقت به معنای محروم ماندن از علم نیست، در حقیقت به معنای بی‌ضابطگی در فعالیت و در گفتار و کردار هست. به فردی که علم و خرد نداره جاهل میگن به خاطر اینکه معیار انضباط و معیاری برای تنظیم کردن گفتار و کردار خودش نداره. بر این اساس وقتی که قرآن کریم ما رو توصیه میکنه به عقل و به ما میگه که لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، آیا عقل رو به کار نمیگیرید یا بهتر بگم تعبیری که خودم انتخابش کردم، آیا خودتون رو مهار نمی کنید، در حد و حدود و در ضابطه قرار نمی گیرید، آیا منضبط نمیشید؟ لعلکم تعقلون تا اینکه انضباط داشته باشید، تا اینکه در چارچوب مقررات خودتون رو قرار بدید، تا اینکه اون چیزی که خرد انسانی مقتضاش هست اون رو انجام بدید و اون چیزی که از خرد انسانی بیرون هست اون رو انجام ندید. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. آیات الهی نظامی هست، شریعتی هست که این شریعت برامون روشن میشه، برامون وضاحت داده میشه، برامون گفته میشه، برامون بیان میشه تا اینکه ما منضبط بشیم، ما از رفتار و عملکرد احساسی و به همین صورت از هر نوع فعالیت بیخردانه خودمون رو خلاص کنیم و در چارچوب شریعت به انضباط و انسجامی در رفتار و فعالیت وارد بشیم که اون انضباط و اون انسجام برامون تعالی، رشد و تمام خوبی ها رو در بر داشته باشه. در خاتمه بحث دوست دارم این نگاه سریعی به کل این آیات بندازیم که ما این آیات رو در واقع ازشون گذشتیم تا چند نکته برامون بیشتر روشن بشه و اون صفاتی که الله متعال در خاتمه هر آیه آورده یا اصولی که در هر آیه برامون بیاد آوری کرده. اولین آیه‌ای که در این مبحث یا در این فصل داشتیم آیه 227 بود که آخرش ان الله سمیع علیم بود. الله متعال شنوای آگاه هست بر عمل کرده. آیه بعد خاتمش باز میاد والله عزیز حکیم بود. الله متعال عزیز و حکیم هست. آخرین آیه هم به می صورت این مطلب رو میاره. آیه بعد باز هم الله متعال بیان میکنه من یتعد حدود الله تلک حدود الله فلا تعتدوها. اون الله عزیز و حکیم حدودی رو براتون تعیین میکنه، این حدود رو تعدی نکنید، اگر تعدی کردید ظلم کردید. اون عزیز و حکیم براتون نظام گذاشته و تعدی کردن نظام عزیز و حکیم خود به خود ظلم رو باعث میشه و رعایت کردن حدود الهی به همین صورت تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون. آگاهی و علم رو باید از مصدر شریعت بگیریم و اون علم هست که به ما حقایقی رو میگه که اون حقایق عدالت مطلق رو در بر داره. به همین صورت آیات بعد دقت کنید خاتمش واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شیء علیم. مراقب باشید تقوا که باز تأکید بر اصل تقوا در فعالیت‌های اجتماعی و علموا ان الله بكل شيء علیم. بدونید که الله متعال بر هر چیزی عمل کردمون آگاه است. خاتمه آیه 232 والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله متعال میدونه و شما نمیدونید. حکمی که میده الله متعال شما میده بر اساس علم و آگاهی مطلقی هست که داره. در نتیجه حکم را الله بگیرید و به او بسپارید. به همین صورت آیه 233 واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصیر. مراقب باشید، تقوا پیشه کنید و بدونید که الله متعال اون چی که شما انجام میدید رو بینا هست. دقت کنید این آیات، همه این آیات، آیات با بعد والله ما تعملون خبیر، آیه بعد والله غفور حلیم، مجموع این آیات و خاتمه این آیات ان الله بما تعملون بصیر مالو سه نکته مهم برامون یادآوری میکنه. نکته اول این که الله علیم و حکیم شریعتی رو برام فرستاده که قدر این شریعت رو بدونیم، مصدرش رو. الله علیم و حکیمی هست که مطلق علم و حکمت او هست. دوم اینکه الله متعال بر عملکرد ما آگاه هست و همه عملکرد ما زیر حساب و کتاب هست. سوم اینکه تقوا پیش کنیم، پیشگیریم و مراقب باشیم که اگر این نظام رو رعایت نکردیم، اگر خودمون رو منسجم با این نظام نکردیم، نتیجه وخیمی رو به طور طبیعی باید متحمل بشیم. این مختصری بود از اینکه از اون چیزی که خاتمه آیات برامون تاکید داشت. امیدوارم که الله متعال ما توفیق بده که آیاتش رو بیشتر بفهمیم و پایبند به نظام و شریعت او همیشه باقی بمونیم. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.